الو خانم، جلسه هشتم درس آموزش یک رو در خدمتتون هستیم با ادامه مفاهیم فضاهای متریک. بعد از معرفی دید مجموعه باز، بسته، بستار، درون، نقطه انباشتگی و در واقع نقاط درون، میتونیم راجع به در واقع زیر مجموعه فشرده صحبت کنیم. در زیر مجموعه فشرده اینجوری مطرح میکنم که فرض کنید تعریف، فرض کنید XD یک فضای متریک باشد، خانواده جی آلفا ها آلفا متعلقه های از زیر مجموعه های X را یک پوشش برای زیر مجموعه آ گویم، هرگاه آ زیر مجموعه اجتماع جی آلفا ها بشه آلفا متعلق به آ. یه خانواده فضای متریک، یه مجموعه فضای متریک دارم، یه زیر مجموعه از اون فضای متریک به نام آ. خانواده جی آلفا ها از زیر مجموعه ایکس رو پوششی برای آ میگن اگر اجتماع جی آلفا ها رو بپوشونه. خیلی ساده است و بدی. اما تعریف اصلی اینجا تعریف فشردگی، تعریف زیر مجموعه های فشرده. اصلا میگیم زیر مجموعه سی از ایکس فشرده است هرگاه هر پوشش باز از سی دارای زیر پوشش متناهی باشد. بهتر اول توجه کنید که تعریف رو در واقع بتونیم بفهمیم، بعد کار کردن با تعریف. ببینید یه فضای متریک داریم به نام X، یه زیر مجموعه از X داریم به نام C. C رو میگن در X فشرده هرگاه هر پوشش باز و آلفا ها، پوشش باز در واقع خانواده از آلفا ها رو میگیم پوشش باز، هرگاه طبق تعریفی که قبلا گفتم سی زیر مجموعه اجتماع آلفا ها باشد، آلفا متعلق به آی و آلفا ها باز باشد. پس پوشش باز دو تا شرط داره. پوشش باز اولی که اجتماع خانواده سی رو بپوشونن، تک تک ازشون باز باشن. بگم پوشش باز مثال میزنم، مثلا بازی سفری رو نگاه کنید، این زیر مجموعه اجتماع منهای یک انوم و یک به اضافه یک انوم ان از یک تا می نهایت. پس خانواده بازی یک انوم و یک به اضافه یک انوم ان متعلق به اعداد طبیعی، این بازه تک تک بازن، اجتماعشون هم صفر تو بشه، یک پوشش باز برای صفر یک می باشن. پس راجع به پوشش باز، مفهوم فشردگی در درون درون پوشش باز، اگر یه پوشش باز برای مجموعه اختیار کردیم به طوری که یه تعداد متناهی از اینها اینه باز پوشون، ببین یه تعداد متناهی، تعداد متناهی از اینها رو جدا کنیم بهش میگن زیر پوشش متناهی. برزن میرسید به استثناء به اون در واقع سی میگن فشرده. فقط بزرگترین مشکل اینجاست که میگه هر پوشش، وقتی راجع به هر پوشش صحبت میکنیم مسئله دیگه کنیم که با دوتا مثال و چهار تا مثال بخواییم مسئله حل کنیم نیست، بنابراین من خیلی کلی تر راجع به این صحبت کنیم. پس با تو پوشش های باز میتونیم بحث های متفاوت انجام بدیم. ببینیم واقعا میشه با پوشش های متناهی بعضی از مجموعه ها رو در واقع پوشون، ولی که تعریف جا بیفتی به این مثال فکر کنیم. سی رو بگیریم بازه، این مثلا ها رو بگیریم بازه باز صفر رو بگیریم، بعد این آی ان رو تعریف میکنم یا او ان رو تعریف میکنم بازه یک انوم و در واقع یک منهای یک انوم، درسته؟ این هم متعلق به عدد طبیعی، عدد طبیعی. خب اتفاقی که میفتی یک او ان ها بازن، خب میدید
همین بازه‌های باز، همین گونه‌های باز در فضای موزیک بازن. پس این اورنام شب باز. دو، صفرگی یک زیرمجموع اجتماع آین هاست این از یک کامینه. اگه نتونم ثابت کنم چه اتفاق میفته؟ ثابت میشه که خانواده با این ها یک پوکش باز برای چی میشه بازه باز صفریه میشه و ایکس متعلق به چی میگیرم؟ به صفریه میگیرم. درسته؟ ایکس متعلق به صفریه میگیرم. آنگاه ایکس مثبته. چون ایکس مثبته پس وجود دارد اینی که یک انوم کوچکتر از ایکسه از سرشون درسی. درسته؟ ایکس مثبته پس یک انومی از ایکس در بوده که ایکس کوچکتره. خب من نکته دوم میتونم بگم پس ایکس متعلق تو اینجاست. حالا ایکس متعلق به چیه؟ به کوچکتر از یک هم هست و ایکس کوچکتر از یک هم هست. پس میتونم بگم چی میشه؟ وجود دارد یک هایی که ایکس بزرگتر از ده است یا کوچکتر از ده است. یک من های یک ها. چرا؟ چون یک من های یک ها حدش میشه یک. درسته؟ اینجا اختیار کنیم بذار بهتر بگم ایکس کوچکتر از ده که اینجا بگم بهتر از شما متوجه میشید. یه دفعه میرسیم که بس مستقی میشید ایکس کوچکتر از یک نتیجه این که من های ایکس مثبت. هر عدد مثبتی که اختیار کردیم یه این وجود داشت برای قضیه که فصل اول ثابت کردیم وجود دارد یکایی که یک هم کوچکتر از یک من های ایکس بالا هم هنی صورت. درسته؟ حالا بین کا و این یکیش کنونتر دیگه. درسته؟ قرار میدهیم ام رو بزرگتر از دست ماکسیموم کا و اما هرچه از دلمون بخواه بزرگ اختیار میکنم. نتیجهی که میگیریم اینجوریه یک امون کوچکتر از درد یک امون کوچکتر از درد ایکس کوچکتر از درد یک امون های یک کام بجا بجا کنی و ایکس کوچکتر از درد یک امون های یک کام میشه. این هم کوچکتر از درد یک امون های یک امون. اول آخر نگاه کنید ایکس متعلق میشود به یک امون و یک امون های یک امون. x متعلق میشه به این بازه. نتیجه x متعلق است به او اندیس m. یعنی چی؟ یعنی هر x که تو بازه بگیرم یه m وجود دارد که x متعلق است به این. نتیجه x متعلق است به اجتماع اون ها این از یک تا به نهایت. پس 0 و 1 زیر مجموع اجتماع آین هاست این از یک کنید. تا اینجا ثابت کردیم خانواده آین ها پوشش بازی برای 0 و 1 هستن. حالا به نظر شما یا زیر پوشش متناهی از آین ها میتونه 0 و 1 رو بپوشونه؟ این یه دیگه پوشش باز بودا. هر پوشش باز صفری نیست. من اومدم یه پوشش باز برای بازی باز صفری یک ساختم. اینجا شما نگاه کنید یه بازی باز دارد به نام بازی باز صفری یک. اونها رو تعریف کردن. این طبق این پروسه نشون دادن خانواده اونها پوشش بازی برای چی صفری یک. حالا ثابت میکنم هر زیر پوشش متناهی از او ان ها نمیتواند یعنی هر پوشش متناهی از او ان ها نمیتواند بازه صفر و یک ها را بپوشاند. خب فرض کنیم مثلا او کا یک او کا دو تا او کا مثلا چی؟ ام یک پوشش یک تعداد متناهی از عناصر پوشش او ان ها این از یک تا بی نهایت باشد. لطفا توجه کنید من ثابت کردم پوشش باز هست. زیر پوشش متناهی یعنی چی؟
یه تعداد موتورهای از اینا من یه تعداد موتورهای دلخواه از اونها جدا کردم. چرا ترتیب نمیزنم بینشون؟ به خاطر اینکه مثلا امکان داره مثلا سومی باشه، دهمی انتخاب کرده باشی، هزارمی، یک میلیاردمی مثلا، یعنی تعداد موتورهای دیگه نمیدونم. بین کایک کادو کایک میشه ماکسیموم دیگه. پس فرض کن او کایک او کادو او کایک یه تعداد موتور در اصل پوشیده باشه. بدیهی است ماکسیموم کایک کادو تا کائم چیه؟ وجود داره. قبول دیگه؟ اسمش بذاریم چی؟ مثلا اسمش بذاریم ام بزرگ یا ان بزرگ، فرق میکنه هرچی که فکر ان بزرگ بذاریم. خب ماکسیم اندی سندیگه تو از طبیعی هم سه ماکسیمش میداریم ان بزرگ. حالا اجتماع او کا آی ها، آی از یک تا ام، درسته؟ زیر مجموعی اجتماع او جی ها میشه جی از یک تا ان بزرگ. ببینید شما مثلا صدومی انتخاب کردید، صد و پنجاهمی، دویستمی، دویست و پنجاهمی، سیصدمی، صد و پنجاه الاخر، یعنی تعداد متعدد انتخاب کردید. من میام یکی دیگه کلی به اضافه میکنم، از ابتدا تا او آخرین اینها رو انتخاب میکنم. قطعاً اشتباهاتی بزرگتر فرض شد دیگه، درسته؟ یعنی شما اینجا مثلا ام تا انتخاب کردی، من اینجا کلی بیشتر اونایی که معاونش بودن اضافه کردم. این آنهایی که انتخاب کردیم سعودی هم زودی هرچی آنها بزرگتر میشه در واقع چی؟ بازها بزرگتر میشن. یعنی من بگم آنها چی هستن؟ آنها سعودی هستن. یعنی وقتی ان کوچیک‌تر از در ان میشه، آنگاه او ان زیر مجموعه او امه. چرا؟ یک انوم ام که بزرگ بشه، یک انوم به سمت صفر میری، به سمت یک میری، بازه بزرگتر میشه. پس اینجوری میتونم بگم اجتماع هر او مثلا او تا اوج آی آی از یک تا کا مساوی از چی میشه؟ او کا میشه. شو همه زیر مجموع همه میشه آخری. پس این میشه چی؟ میشه او اندیس ام. درسته؟ من ماکسیم نگرتم ام باشمش وجود داره توی متعدد طبیعیه. اجتماع او کا آی از یک تا ام زیر مجموع میشه او جه ها چی از یک تا ام. این هم چی هستش؟ میشه خود آخر اوهن. اوهن چیه؟ اوهن مساوی است با بازی یک ایمو و یک رو منهای یک ایمو. قطعاً شما میدونید که و بازی یک ایمو و یک منهای یک ایمو این بزرگ مخالف با بازی صفر و یک، یعنی اجتماع او کاهای ها آی از یک تا ایم شامل صفر و یک نیست. پس نمیتواند هر تعداد متناهی از عناصر او انها صفر و یک مساوی با آن را بپوشاند. یعنی این پوشش تعداد متناهیش غیر ممکنه بپوشاند. این پوشش یعنی صفر یک فشرده نیست، یعنی واضح صفر یک فشرده نیست. خیلی راحت کردم، یه مثالی زدم. اگه مجموعی شما میدید بازه صفر یک، قطعا مجموعی باز هستش، فشرده هم نیست. فشردگی رابطه مستقیم با باز نداره، یعنی بازها لزوما فشرده نیست. وقتی توجه کنیم به عبارت خب رابطه این فشردگی با بسته بودن چطوریه؟ آیا این مجموعه فشرده بسته هم در نظر شما؟ پس میتونیم بگیم فشرده ها رابطه مستقیم با بازها ندارن، فشرده ها و بازها رابطه مستقیم ندارن. یعنی میتونیم که مثالی بزنیم از باز که چیه؟ که فشرده نیست. یعنی می‌تونیم بگیم بازها فشرده نیستن. حالا آیا فشرده‌ها بستن یا بسته‌ها فشرده‌ن؟ اینم چی می‌گیم؟
دو تا حالت آیا بسته ها فشردن؟ پس بین فشردگی و بازها ما رابطه به این مثال زدیم که خیلی خوش برخورد نیستن با هم دیگه. حالا بین فشرده ها و بسته ها، یک، لازم نیست بسته ها فشرده باشن. بازم چی مثال بزنیم؟ ببینیم تو آر، مثل تو خود آر، تو عدد حقیقی این رو فضای متری که من در نظر تو مثل اولوسی قطع مدتر آر رو میگیرم، بازه بستی صفر رو بینهایت به وجود بسته است. چرا؟ چون نقطه حدیش تو خودشه، چون متممش بازه، هر کنون خواهی بگیم آر بسته است. اما من اون رو تعریف میکنم دوباره همون فرمتی منفی یک انوم و ام. این دفعه میبینیم بازه های باز از من های یک انوم تا ام، یک او ان ها بازن، دو خانواده او ان یک پوشش باز برای آ است، آ است، سه نکته سهش خیلی جالبه، سه هر دی پوشش متناهی نمیتواند، هر تعداد متناهی از عناصر اوهن نمیتونه بازها رو بپوشونه. سه اوهن زیر پوشش متناهی برای آ ندارد. چرا؟ ببین هر دی متناهی از این حال شما در نظر بگید نهایت به یه امی ختم میشه، مثل قبلی به یه امی خلق بود، در تا بینهایت بخواه پیش بره. غیر ممکنه اجتماع اوکاها از یک ها یکی تا ام بتونه چی رو بپوشونه؟ بتونه صفر و بینهایت رو بپوشونه. نتیجه بازه بسته صفر و بینهایتی آ در آر فشرده نمی باشن. پس بسته ها لزوما فشرده نیستن، بازها لزوما فشرده نیستن. خب بپرسید آیا فشرده ها بسته هم؟ به عکس مطلب این یک قضیه مهم هستش. بله درسته، اما یک قضیه میتونید بگید که در فضای متریک زیر مجموعه های فشرده بسته میباشن. این اولین در واقع نتایجیه که میشه از این مجموعه فشرده با مجموعه که قبلا معرفی کردیم ایجاد کنیم. این رابطه مناسب بین فشرده ها و بسته هاست. پس فشرده ها حتما بسته هست. پس اگر دوباره مجموعه فشرده خواستیم بگردیم بسته ها باید بگردیم. این خیلی مهمه. زیر مجموعه فشرده لزوما بسته هست. درسته؟ و چون اسمش چیه؟ فشرده ها لزوما باز هم نیستن. چرا؟ چون هر بازی لزوما بسته نیست. این خودش میتونه نتیجه بگه که فشرده ها باز هم نیستن لزوما. خب اثبات کنیم. این کمک میکنه که ما در واقع رو فشرده ها تسلط بهتری پیدا کنیم. چطور باید بکنیم؟ بگیم ایکس ودی فضای متریک، درسته؟ سی زیر مجموع ایکس فشرده، اینا فرض، درسته؟ بوک سی فشرده است، بسته است. پس در این فضای متریک زیر مجموعه فشرده به عنوان فرض حکم بسته است. اثبات. خب حالا چیکار میکنم؟ من این میگم که میخوام ثابت کنم سی کامپلیمنت باز، یعنی نشان دهیم سی کامپلیمنت باز است. خب من چیکار میکنم؟ x رو متعلق به c کامپلیمنت اختیار میکنم. برای اینکه ثابت کنم c کامپلیمنت بازه، باید بگم هر نقطه نقطه درونه. اختیار میکنیم دنبال همسایگی میگردیم، همسایگی میگردیم مانند n x و r که n x و r کلن تو c همان c میشه. این فعلا دنبالش میگردیم، باید بسازیم اون بشه، این جزء مسئله میگردیم. خب به این کار انجام بیدیم، x متعلق به c کامپلیمنت در نظر بگیریم، آن متعلق به چی بگیریم؟ c.
درسته؟ x متعلق به سی کامل آد پر ببین چجوری از این فضای متریک ماست x خب و در واقع اینجا مثلا شده چی؟ این سی کامل آر اینجا گرفتم سی x هم اینجا گرفتم فاصله x رو انتخاب کنید هرچی به فاصله شعای نصفش همسایگی بزنید این همسایگی همگی رو قطع نمی کنن. پس همسایگی N A و D X و A دوم اشتراکش با N X و D X و A دوم میشه توری بازه دیگه همسایگی مرکز آش این شو همسایگی مرکز X این شو اشتراکش میشه توری تبدیلی دیگه مشخصه همسایگی رو هم مماس میشن کاملا از همدیگه جدن خب چیکار کردم؟ اگه آن رو متعلق به سی حرکت بدم x ثابت باشه x رو ثابت بگیری آن رو حرکت آی بعدی آی پس به برای هر آ متعلق به سی درسته؟ همسایگی چون مثلا n آ و آر آ وجود داره شو همسایگی که اشتراکش با n x و r x مساوی با چی میشه تو این رو بگی آره آ بذاری آره آ میشه توی شما چی گفتی حالا گفتی هر آ تو سی بگیرم x تو x ثابت گرفتم x ثابت هر آ تو سی بگیرم فاصله میگیرم نصفش همسایگی میذارم اشتراکشون توی خب خانواده مجموعه n x و a و r آها a متعلق به c را اختیار میکنه خب از این پروژه‌ای که الان ساختیم بین c و c کامپلیمنت x ثابت گرفتیم آهای متفاوت رو چک کردیم اینجا 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 هر نقطه تو c رو شما بیا با x وصل کن همسایگی بزن چند همسایگی به تعداد عناصر سیم همسایگی پیدا کردم درسته خب این هم مجموعه ان ها و آر آها چه خاصیتی دارن اولی که بازن چراشون همسایگی هم دیگه درس دارید هر کدومشون مرکزشون یه نقطه از سی رو شامله پس یک سی زیر مجموع اجتماع ان آ آر آس آ متعلق به سی تک تک عناصر سی تو مرکز این هست پس این تو اجتماعشه دو N A و R A باز است درسته؟ پس مجموعی N A و R A چیه؟ A متعلق به سی یک پوشش باز از سی خواهد بود پس من چیکار کردم؟ با این فرایند یه پوشش باز مناسب برای سی پیدا اما سی فشرده بود سی فشرده حالا فشرده که استفاده چون سی فشرده است پس زیر پوشش متناهی خب از پوشش بالا برای سی وجود دارد که چی؟ سی زیر مجموعه اجتماع ان آ و آر آ آی 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 از یک آی یه تعداد متناهی از اینها تو سی رو شاید کنه ببینید چون سی فشرده بود برابر تحریم حالا این همسایگی که اینجا دیدید متنازل هر همسایگی که اینجا یه همسایگی اون ایکس داشته میره یا کنید ان آ و آر آ اشتراکش با ایکس آر آ اون تعداد متناهی که سی پوشش پیدا کردیم برای سی همسایگی متناسبش توی چه پیدا کنید اختیار کنید پس بعد از اعمال شرط فشردگی سی این کار را انجام بدیم همسایگی های باز ال ایکس و آر آی ها برای آی بین N و یک را اختیار می کنید
خب بچه ها n x و r r یک اشتراکش باشه، n x و r r دو اشتراکش با n x و r a چند بود n. ببین متناظر با هر کدوم از اینها یه همسایگی هول x داشتن، اونا رو جدا میکنم اشتراک میگیرن، اسم میذارم چی؟ v. همسایگی از x r a یک r a دو، چون هم مرکز همسایگی ها فیکسه داره همسایگی تغییر دایره تغییر میکنه، این v میشه چی؟ میشه n x و مینیموم r a یک تا r a n. مینیموم یه همسایگی رو چهار انتخاب کنیم، یه عدد به دست میاد، اشتراک رو تا همسایگی سه تا همسایگی میشه، مرکز ثابت باشه میشه مینیموم شعاعشون. خب چی میباید بی برابر این میشه؟ چه اتفاق میفته الان؟ اسم رو مثل آر میذاشتیم ما، میشد n x و r. ببینید x و r چیه؟ n x و r اشتراکش با اجتماع n a آی آره آی آی از یک تا این مساوی با توریه. چرا؟ بگی نکنید این آ آره آ این ایکس آره آ اشتراکش هم توری بود، پس این اشتراکش با اولی اشتراکی تو بنویسنش که راحت‌تر شما متوجه بشید، این اشتراکش با این آ و آره آی یک توریه، این اشتراکش با N A2 و R A2 و همین صورت آخری هم با N A N R A N اشتراکش توییه، پس این با اجتماع اشتراکش تویی خواهد شد، چون اشتراک گرفته توی نگیره اشتراکش میشه تویی. خب ببینید C کجا بود؟ طبق فشردگی C زیر مجموعی اینه، این نگاه کنید C زیر مجموعه اجتماعه، یه همسایگی پیدا کردم با یه اشتماع اشتراک نداره، با پروترش هم اشتراک نخواهد داره، ندیگه میگیریم n x و r اشتراکش با c مصابه چنده؟ توریه. چرا سی میگیریم؟ نسی میگیریم که n x و r زیر مجموعه c کامپلیمنت میشه، یادمون نره یه نقطه گرفتم توی کجا c کامپلیمنت، دنبال یه همسایگی میگشتم تو سی کامپلیمنت که سی کامپلیمنت بشه باز، پس سی کامپلیمنت باز است، پس لذا سی بسته است. این یکی از قشنگترین قضیه‌هایی که توی فصل اثبات میکنیم که هر فشردگی بسته است، به شدت شما خاصیت فشردگی رو اینجا حس میکنید، یعنی کاملا بفهمید چجا از فشردگی استفاده میکنم. تا اینجا من هر وقت میخوام از فشردگی استفاده کنم اول یه پوشش باز در نظر میگیرم، بعد میگم زیر پوشش متناهی، بعد با اعمالی که وجود داره میتونم به او هدف اصلی برسم. پس بسته ها لزوم نداره فشرده باشن، باز ها لزوم نداره فشرده باشن، لزوم نداره فشرده ها هم باز باشن، اما حتما فشرده ها بسته هستن. الان میخوام بگم که چی؟ زیر مجموعه F مساوی مجموعه X هایی که X و Y باشید، X و Y های متعلق به R2 به طوری که Y منفیه، یعنی توی محور مختصات بکشیم پایین محور حقیقی، بدون محور حقیقی. خب آیا F فشرده است؟ آیا F فشرده است؟ اگر بخواید مستقیم به این پاسخ بدید خیلی سخت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فشردگی به همه زیرفهمی پوشش ها وابسته. شما باید تک تک تمام پوشش ها در نظر بگید زیر پوشش متناهی بود. اما با یه روش خیلی ساده میتونید این پوش فشرده نیست. چرا؟ این مجموعه بازه. F بسته نیست. چون بسته نیست پس فشرده هم نیست. تمام. قضیه که الان ثابت کردم به همین راحتی از عهده پاسخ دادن به این سوال برمیاد. چرا بسته نیست؟ یه نقطه حدی کافی توش بگیرم تلاقش نباشه.
که این وقت مجموعه زمانی بستن که خودشون با بستارشون برابر باشن دیگه. بستار هست چی؟ F اجتماعش با F بریم به نوعی دیگه میتونم بگم F بسته است، بسته است اگر و فقط اگر F پریم زیر F باشه، F پریم نقاط حدی شد. من این نقطه حدی ببینید، نقطه 0 و 0 متعلق است به R2 و 0 و 0 متعلق نیست به F. چرا متعلق نیست؟ چون گفتید این Y باید مثبت باشه، چون Y 0 متعلق به F نیست. اما دنباله گوش بدید، دنباله xn و yn مساوی با xn شو میدن چی؟ xn رو میدیم چند؟ صفر یک n. این دنباله اینجاست، نگاه کنید اینجا از این دنباله پایین داره حرکت میکنه. این دنباله تک تک مخالف صفر و صفرن، همگرا به صفر و صفرن. تبو قضیه سه قسمتی، چون یه دنباله داریم همه عناصرش با صفر و صفر مخالفن، همگرا به صفر و صفر هم هستن، اینا همگی داخل اف هم هستن، صفر و یک انام ها تو اف هم هستن، نتیجه میگیریم صفر و صفر متعلق است به اف پریم. صفر و صفر تو اف نه، تو اف پریم بود، پس بنابراین اف پریم بسته نیست. بسته نیست شده هم نیست. یعنی میخوام بگم ما بسته نبودن رو راحت‌تر از فشرده نبودن میتونیم ثابت کنیم. پس بنابراین این قضیه به شما کمک میشه در آینده فشردگی رو با کمک بهتری توسط باز فشردگی بسته ها تشخیص بدید. خب نکته بعدی که اگه توی فشرده ای، حالا این هم نکته جالبیه به قضیه به اونم ثابت کنم یه قضیه دیگه، قضیه فرض کنیم سی زیر مجموعه x فشرده باشن، یعنی یه زیر مجموعه فشرده از فضای متریک داشته باشیم و f زیر مجموعه c و f بسته باشن. ببینید فرض ما چیه؟ c فشرده، f زیر مجموعه c بسته، آنگاه یا فرض حکم F فشرده چی شد؟ زیر مجموعه جمعه این شد جنبندیش بشتیم زیر مجموعه های بسته از فشرده ها خود فشرده. این اصلا اگر در یه مجموعه فشرده ای یه زیر مجموعه بسته دیدیم، بسته هم فشرده است. اثبات میتونه آقای اثبات این مطلب. خب بازم بگیم سی فشرده درسته و اف زیر مجموعه سی بسته باشه. خب یه پوشش باز باید به اف بگیرم بگم دوشون متراحی دارم. فرض کنیم مجموعه آلفا ها یه آلفا متعلق به آن چرا آیه میزنیم؟ یعنی تعداد آلفا ها دست ما نیست، پوشش دلخواه، فقط نمو آلفا ها بازن، یک پوشش دلخواه باز از F باشن. خب بچه ها F زیر مجموعه اجتماع آلفا هاست، آلفا متعلق با طبق تعریف چی؟ پوشش. او آلفا هم بازه درسته؟ خب ببینید بچه ها F چی بوده؟ F بسته نیست دیگه نه؟ پس F کامپلیمنت باز، F کامپلیمنت باز است. خوبه؟ بریم توی این قسمت بنویسیم. خب F کامپلیمنت بازه، آیا قبول دارید بنویسم C زیر مجموعه اجتماع او آلفا ها، آلفا متعلق به آی، اجتماعش با اف کامپلیمنت؟ چرا؟ آقای مشخصه این که اف رو شامله، این هم که اف کامپلیمنت کل این ایکس رو شامله. ببینید رابطه قبل رو اف زیر مجموعه اف زیر اینجور بگیستمش که راحت تر شما متوجه بشید. نگاه کنید از رابطه ستاره
به چه با اف کامپلیمنت اضافه کنید؟ اف اجتماعش با اف کامپلیمنت دیر مجموعی اجتماع خوالفاها اجتماعش با اف کامپلیمنت میشه. هر مجموعه با کامپلیمنت کل به فضا سی هم چی بوده؟ زیر مجموعی سی زیر مجموعی اف بوده چی ایکس بوده سی زیر مجموعی ایکس بوده پس سی زیر مجموعی ایکس ایکس هم زیر مجموعی اجتماع و آلفاها اجتماعش با اف کامپلیمنت این رابطه بالا به دست میشه. من توضیحتون تاب کنم چون زیر مجموعی بود خب با توش بشم پس سی زیر مجموعی میشه اینا باز اینم باز ببین این خانم باز پس پس اینو دقت کنید مجموعه آلفاها آلفا متعلق به آی یکی دیگه هم اضافه بهش میکنم اف کامپلیمنت ها این یک پوشش بگید باز از سی میباشد یک پوشش باز از سی میباشد اما سی فشرده بود است فشرده بود پس دارای زیر پوشش باز می باشد یعنی خب سی زیر مجموعه اجتماع او آلفاهای آی از یک تا یک مثلا امی اجتماعش با اف آلفا یه تعداد متونی باز سی رو بپوشونه از طرفین اینها ببین الان سی اینجاست دیگه خب F کجا بود؟ F داخل C بود دیگه F هم داخل Cه درسته؟ F داخل Cه C هم زیرینه آیا میتونم از نتیجه بگیرم که F داخل اجتماع او آلفا آی هاست آی از یک تا N M میتونم نتیجه بگیرم؟ بله F که داخل کامپلیمنت اشتراک نداره اگر F بخواد زیر مجموعه اجتماع باشه باید تو اولی باشه با دومی اشتراکی نداره پس میشه حالا همه داستان رو بذارید کنار از اول نگاه کنید یه پوشش باز برای F در نظر گرفتم یه زیر پوشش متناهی پیدا کردم یعنی F چیه؟ فشرده از طبق تعریف اثبات رو دقت کنید ما توی این قسمت ها به طور منطقی فقط به تعریف تمرکز میکنیم من خواهشم دیگه برای حل مسئله و فهم مسئله خیلی به تحلیل های عقلانی چیزی که توی ذهنتون هست نپردازید پس F فشرده می باشد الگوریتمی بار فعلا الگوریتمی و با تکی بر تعاریف به مسئله نگاه کنید یواش یواش خود به خود چیزهای بیشتری از این مطلب رو می فهمید اینم نکته دومی شد برای حالا باز ما این سعی می کنیم تکنیک های بیشتری بزنید بچه ها تو فضای متریک فضای مجموعه فشرده مهمترین در واقع زیر مجموعه هستن بنابراین در یک فضای متریک اگه شما دو فضای متریک داشتید حاضر با هم مقایسه کنید کدومش بهتره هر فضایی که زیر مجموعه های فشرده بیشتری داشته باشد اون ارزشمندتر و مهمتر این جمله فعلا به عنوان نکته داشته باشید که اهمیت فشردگی مشخص بشه واسهتون تا بعدها توضیح بیشتر ازش بدم بنابراین ما یه قضیه های متنازی رو شما میدیم که توی این قضیه ها از شما میخواید مسائلات ویژه‌ای برای ما مشخص کنید یه قضیه دوباره خدمتتون بگم راجع به فشردگی اینش میگن در واقع این خاصیت اشتراک های متناهی رو در واقع وجود میاره فضای ام فشرده است فضای متریک ام فشرده است اگر و فقط اگر این رو هر خانواده از مجموعه های بسته لطفا توجه کنید هر خانواده از مجموعه های بسته با اشتراک های متناهی با اشتراک تویی هر خانواده از مجموعه بسته با اشتراک تویی هر خانواده از مجموعه های بسته با اشتراک تویی دارای زیر خانواده متناهی با اشتراک تویی باشد
مفهومی در آنالیز ما بحث میکنیم به نام finite intersection property، خاصیت اشتراک متناهی. finite intersection property بشه معنی اسم FIP هم میگن، FIP هم بهش میگن، حالا اینجوری ها رو بیزه بشه فهم FIP property یا FI property یا finite intersection، خاصیت اشتراک متناهی. ببین چون این خانواده هست مجموع در نظر بگیره فایل فاها دلخوا، خب به این گرد فایل دیزشن پراپرسی داره، هرگاه هر تعداد متناهی رو جدا کردیم، هر تعداد F آلفا 1 F آلفا 2 تا F آلفا S اینا اشتراک بگیری پیش مخالفتونی هر اشتراک متناهی از اینا چیه؟ و هم اشتراکشون توهی نمیشه، ناتوهی اشتراکشون. غالبا بعضی موقعات در بعضی از درمانات با بعضی از ویژگی‌های اضافه میشه ثابت کرد اگه خانواده از مجذورها هر تعداد متناهیشون اشتراک بگیریم ناتوهی بشه، یعنی فایلیتیشن پراپرتی داشته باشه، اشتراک کلش هم ناتوهیه. این مسئله بسیار مسئله مهمیه که از متناهی به نامتناهی برسید. خب شما میدید که ما تنها ابزارمون در مطالعه بی‌نهایت تو ریاضیات هستش. اینی که در بعضی موقع از متناهی به نامتناهی میرسیم، مثل مثلا قضیه استقرار ریاضی، مثلا اصل استقرار ریاضی، مثل این بحث FIP مثلا که در نظر میگیم، اینا خیلی مهمه. این داره به سمت اون حرکت میکنه. اما قبل از این چی؟ در یه فضای متریک فشرده، یه فضای متریک فشرده است. اگه ما تنها گرد هر خانواده از مجموعه‌های بسته برای اشتراک متناهی، این تعداد خانواده اصلا مهم نیست، شمارات دارن راش مورد هر چقدر هر خانواده دلخواه از مجموعه بسته با اشتراک توهی، حتما یه سری خانواده شده توهی دارن. اسپاس رو بگیم بعد به سمت FIP هم حرکت میکنیم. اسپاس فرض کنیم M فشرده باشه و مجموعه F آلفا و آلفا متعلق به I خانواده ای از زیر مجموعه های بسته با اشتراک اف آلفا ها آلفا متعلق به آی مساوی با توهی باشه. بخواهم بگم چی؟ حتما یه زیر خانواده اشتراک متعلق داره و از همین رابطه که اینجا نوشتم کامپلیمنت بگیریم. چی میشه؟ میشه اشتراک اف آلفا ها آلفا متعلق به آی کامپلیمنت میشه توهی کامپلیمنت. توهی کامپلیمنت میشه کل فضا دیگه، کل فضا ام گرفته میگه. خب ام فشرده است، ام شده از چی؟ شده از اجتماع اف آلفا کامپلیمنت آلفا متعلق به آی. نه، خب اف آلفا بسته، نتیجه اف آلفا کامپلیمنت میشه باز. پس خانواده اف آلفا کامپلیمنت آلفا متعلق با یک پوشش باز برای N می شود. چرا؟ اول اجتماعش شده N، دوم تک تک باز میشه پوشش باز. حالا چون N فشرده است، چون N فشرده می باشد، پس چی میشه؟ N مساوی است با اجتماع F آلفا آی کامپلیمنت آی از یک تا یه S. یه تعداد متناهی باید داره بپوشونم، اشتراک بگیریم، دوباره کامپلیمنت بگیریم، توهی مساوی است با اشتراک F آلفا آی ها آی از یک تا S. چی شد؟ F آلفا یه F آلفا دو تا F آلفا S. این یه زیر چی هست؟ یه زیر خانواده از این خانواده اصلی هست. اشتراکشون شد چی؟ توهی. همونچه که اینو خواستیم به دست رو اینم قضیه بعدی که راجبش بحث میکنیم. پس این اشتراک متناهی هم مسئله هستش که برای ما خیلی ارزشمنده. بچه اگر شما بپرسن یه فشرده داریم یه بسته، اشتراک شروع میشه فشرده را چی میگید؟ به تمرین بگیم در یه فضای متریک مثل مثلا x و d، تمرین x و d فضای متریک
K زیر مجموع X فشرده و F زیر مجموع X بسته. K اشتراکش با F کدومی که خواسته داره؟ یک فشردگی بسته بودن، دو فشردگی، کدومو داره؟ خب جواب، ولی جواب شما میگید که آقا میگه نگفتیم اشتراک هر تند بسته بسته است در اول فضای متری. خب چون کار فشرده است بسته است، همه فشرده ها بسته، بسته شدیش که بسته میشه بسته، پس اوکیه، چون اشتراک هر تعداد مجموعه بسته خود بسته است. این قسمت هم دو بیرون توی فشردگی حرف بزنیم. فشرده هم هستن، چرا؟ کا اشتراکش با اف زیر مجموعه کای دیگه، این فشرده بود درسته؟ اینم بسته بود. بگر نگفتیم زیر مجموعه های بسته مجموعه فشرده بسته فشرده، پس کا اشتراکش با اف هم میشه فشرده، چون یه بسته در فشرده است، خودش میشه فشرده. این نکاتی هستن که شما بدون تعریف با استفاده از ادله ها به کمک مثلا اومدیدم رفت عکسی مثال رو کنم. شما چی ثبت کردیم؟ گفتیم اگر این فشرده باشن خانوادی دلخواه داشته باشیم بسته باشه که توهی زیر خانوادی متعه باشه توهی داره. حالا به لقص ثابت کنیم چی؟ یه فضای متریک داریم که هر خانواده از مجموعه بسته باشه توهی زیر خانوادی متعه باشه که توهی داره. آیا این فشرده است؟ حتیش هم بریم که به این مسئله کامل بشه، اینجا در واقع بشیم کامل تر پیش بریم. خب پس من چکار میکنم؟ فرض میکنم ام فضای متریکه و یه حال شابت کنم فشرده است دیگه و خانوادی او آلفا ها پوشش بازی از ام می باشن. یعنی چی؟ یعنی اجتماع او آلفا ها آلفا متعلق به آی شامل ام و آلفا ها اوپن هم هستن یا باز. بعد دیگم زیر خان زیر پوشی متناهی داره دیگه. خب یه کامپلیمنت بگیریم ازش، از این رابطه کامپلیمنت بگیرم، توهی برابر میشه با اشتراک او آلفا کامپلیمنت آلفا متعلق به او آلفا کامپلیمنت بسته است چون آلفا باز بود. اشتراک او آلفا کامپلیمنت شده چی؟ شده توهی. مگر نگفتیم هر خانواده از این مجموعه های بسته که اشتراکشون توهی بشه یه زیر تعدادی متناهی رو بعد توهی بشه، نتیجه میگیرم توهی مساوی است با اشتراک او آلفا آی کامپلیمنت ها آی از یک تا یه مثلا تی تعداد متناهی تا از عناصر اشتراکش باید بشه توهی. خودش گفته از این از چی میگیریم که دوباره کامپلیمنت بگیم ام مساوی از اجتماع او آلفا آی آی از یک تا تی. یه پوشش دلخواه برای ام گرفتن اینجا، یه زیر پوشش متناهی بسش پیدا کردم، چی شد؟ پس ام فشرده می باشن. خب این هم راجع به در واقع یه نتیجه باش میشه گرفت از این باز نتیجه بنویسیم. شما نتیجه راجبش فکر کنید، یه راجبه نتیجه این صحبت کنید. نتیجه همین قضیه که الان اثبات کردم این نتیجه رو داره. نتیجه فضای متریک N فشرده است اگر و فقط اگر هر خانواده دلخواه مجموعه بسته، هر خانواده دلخواه از مجموعه های بسته با اشتراک بین توهی.
اشتراک غیر تویی دارای این خانواده متعلق به اشتراک تویی باشد. دارای زیر خانواده ای با اشتراک غیر تویی باشد. در واقع اینم باز بهی میگن خاصیت اشتراک متناهی. این مفهوم همون خاصیت اشتراک متناهیه. مفهوم این همون که قسمت اول گفتم، این مفهوم خاصیت اشتراک متناهی که همون finite intersection property هستش که گفتم خدمتتون، که ارتباط مستقیم باشه داره با فشردگی. از خود فرانسیسی پراپرتی ارتباط مستقیم باشه با فشردگی خواهد داشت. نتیجه بعدی، یکی از اتفاقاتی که ما توی بعد از مجموعه ها میفته اینه که شما یه دنباله از مجموعه ها دارید، مثلا تو در تو، یعنی میشه چی؟ CN زیر مجموعه CN به اضافه. وقتی اینجوری باشه هر تا متناهی شما اشتراک بگیرید میشه کوچولوه، یعنی مخالف توی، یعنی تک تک اینا مخالف توی باشن. اما نمیدونید اشتراک همشون نهایت توی میشود یا نمیشود. بذار من اول نتیجه رو بگم، بعد اگه امکانش بود مثال بزنم واسه که با مثال بهتر بشه مثلا توضیح دارم. نتیجه فرض کنیم CN دنبالی از مجموعه های ناتوهی با و فشرده در فضای متریک M باشد. دنباله از مجموعه های ناتوهی فشرده در فضای متریک M باشد که CN زیر مجموعه CN به اضافه 1 به اضافه هر M. در این صورت، اشتراک CN ها N از یک تا بی نهایت مخالف توریه. یکی جالبه، دقت کنید. ببینید من این اثبات برای بگم اثبات خب ببینید من CN ها دوباره مجموع ناتوهی فشرده فضای متریک M باشن، CN مجموع CN به اضافه. ببینید یه خانواده از در واقع اشتراکشون نات آفرین. خب اثبات چجوریه؟ در فضای متریک هستیم، سی ان زیر مجموعه سی ان به اضافه این حرف CN به اضافه یک زیر مجموعه CN باشه. به خاطر این در واقع یکم گیر کردیم. ببین CN به اضافه یعنی نزولیه این در واقع مجموعه که اختیار داره. ببینید پس الان من خواهیش در نظر بگیرم چون C1 از همین رو بزرگتر، C1 شامل C2 شامل C3 شامل C4 درسته؟ تو الاخر شامل CN مثلا هر اشتراک متناهی بگیریم بزرگتر نمیشه اشتراکش. این شما میدیدید، یعنی اشتراکی تو این حالت چون تو در تو هستن اشتراک سی کا آی ها آی از یک تا ام، یعنی هر تک متناهی سی آی ها بکش بیرون اشتراک بگیر مساوی است با سی ماکسیموم کا آی آی از یک تا ام، یعنی
اندیس ها همه نگاه میکنه بزرگترین اندیس چه اشتراک تو نزولیه دیگه. خب درسته، فرض کنیم سی این نرمالیت مجموعه ناتوری توی شده در فاز متریک ام باشن تو دکتر شارژ ناتوریه. خب آقا به این چکم اثباتش چجوریه؟ شما سی یک اختیار کنید سی یک فشرده در فاز درسته؟ خانوادی سی این ها این از دو تا بی نهایت از یک تا بی نهایت اینا خانواده از مجموعه های بسته در چی؟ در سی یک. درسته دیگه؟ بسته در چی؟ در سی یک. اگر اشتراک اینها توهی میشه یه تده میتونه از که اشتراک توهی میشه دیگه. یعنی قضیه ثابت نکردیم که سی یک فشرده است اگر و تنها اگر هر خانواده ای دلخواهی از این مجموعه بسته در نظر بگیریم چی میشه؟ اشتراک همشون توهی بشه یه دیگه اشتراک تدارکتارش هم چی میشه؟ توهی میشه. در صورتی که اگر بخوای اشتراک سی این ها این از یک تا بی نهایت بشه و توهی پس سی کا یک تا سی کا ام وجود دارد که اشتراک سی کا آی ها آی از یک تا ام شده توهی. درسته؟ اما شما میگید مساوی با چیه؟ سیه کا که کا مساوی است با ماکسیموم مثلا آی یک باشد کا یک کا دو تا کا ام. درسته؟ خب بشید بس سی کا میشه چی؟ میشه توی دسته شما گفتید تک تک اینا را توی هستن یعنی تناقض داره با اینکه سی کا مخالف توی. پس اینم یک ریزالتی از این مسئله که راجع به اشتراکات متنافی. خب جلسه بعد راجع به فشردگی و نقطه انباشتگی صحبت میکنیم از نتیجه در واقعی که نتایج در واقع فشردگی هاست. بعدا ثابت میکنیم که زیر مجموعه فشرده اونایی هستن که هر نقطه در زیر مجموعه هم در نقطه حدی هست هر دو مدار زیر دنباله هم درست و در واقع از قدرخته بیشتر فضاهای فشرده یا زیر مجموعه فشرده صحبت کنیم که از موفق باشیم.